خانم آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان عزیزان، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. دیروز همیهنان گرامی اولین روز سال نو بود و من به کسانی که برنامه صبح لس آنجلس من رو نگاه میکنن تبریک عید نوروز رو گفتم و آرزو کردم که سال جدید برای همه کسانی که برنامه من نگاه میکنن سال سلامتی باشه در درجه اول و برای میهنمون سال آزادی. امشب که برنامه شبانه من شروع میشه به وقت لس آنجلس، این آرزو رو بار دیگر تکرار میکنم همیهنان گرامی و خوشحالم به آگاهیتون برسونم امشب در برنامه من استاد مشیری، که من همیشه یکی از ارادتمندان همیشگی و کسی بودم که از روزی که وارد لس آنجلس شدم به برنامه‌های آقای مشیری، نه که در آلمان توجه نداشتم، نه، در آلمان یکی از مشتریان پرپاقرص برنامه‌های استاد مشیری بودم، ولی در لس آنجلس این شانس رو پیدا کردم که از نزدیک با استاد مشیری آشنا بشم و بسیار می‌آموزم از استاد مشیری همیهنان گرامی و خوشحالم که در آغاز سال جدید استاد مشیری در برنامه مشترک در خدمت شما است. استاد مشیری سپاسگزار، درود بر شما. قربان شما. خیلی خوشحالم که لطف میکنید آقای مشیری، شما اولین برنامه رو در سال جدید در برنامه من با همدیگه میشینید. خوشحالم. خواهش میکنم اگه صحبتی دارید خدمت شما هستم. دوست مهربان آقای فرجی گرامی، اجازه فرمایید، چون فرصت نبوده است، یعنی بنده نبودم آقای فرجی، که به واسطه میدونین مشغول بودن دوستان به برنامه نوروز، که خدمت دوستان درودی بفرستم و نوروز رو تبریک بگم خدمت هموطنان پارسی زبانان در هر جایی که نوروز جشن گرفته می شود و سال خوشی رو آرزو کنم. امیدوار هستم که روزی آزادی به ایران آقای فرجی برگردد و همه ایرانیانی که در واقع از فرط استیصال در کشورهای بیگانه رحل اقامت افکندن بازگردن به ایران و همه با هم جشن بگیریم. و سپاس ویژه دارم از دوستان و مهربانان بینندگان سرزمین جاوید و پشتیبانان برنامه سرزمین جاوید. آقای فرجی بفرمایید. استاد مشیری، من یه سوال اینجا دارم. سوال من این هست که چرا جمهوری اسلامی، همه ما میدونیم که رفتاری که کرد، اعمالی که انجام داد، بزرگترین مهاجرت تاریخی در مملکت ما در میهن ما صورت گرفت، درسته؟ من این از نظر تاریخی میخوام شما همجا. چون تحقیق میکنید واقعا ما بجز حمله اعراب به ایران و زمان مغول یه همچین هجرتی رو داشتیم؟ خدمت شما عرض میکنم، هجرت ها اشاره فرمودین، ما در واقع این هجرت سوم هست. هجرت نخستین راجع است به حمله مغول. بله. مغول ها که آمدن از خراسان شروع کردن به تخریب و کشتار و سوختن مردم ایران در قسمت های میانی و غربی، گریختن به بیرون از ایران بردن. بعد از این که در واقع آتش جنگ فرو نشست، مغول ها فرزانگان ایرانی مثل خانواده جوینی و دیگران رو اینا دعوت کردن که برون و گریختگان رو بازگردانن، چون مغول ها با اینکه مردمان خونخاری بودند در اون روزگار، عرض کنم که یک لمسی از مدنیت پیدا کردن در بر اثر نشست و برخاست با ایرانیان، و دیگر اینکه گفتن این کشور رو ما گرفتیم بایستی آباد بکنیم، دلجویی کردن از مردم، سعی بر جبران کردن، دلجویی کردن از فرزانگان، از بزرگان مملکت، مراکز علمی تأسیس کردن، بسیار کارهایی نکردن مغول ها. این سجر هجرت دوم روزگاری است که صفویان آمدند و در روزگار صفویان بیشتر هجرت روشنفکران بوده. بله. یعنی در اون روزگاری که شاه اسماعیل آمد است و به ساز تعصب گسترش شده است و اینها، شعرای ایران، بسیاری از نویسندگان ایران، فرهنگ نویسان ایران، چون دربار پشتیبانی خودش رو از شعر سلب کرد و گفت که شما در نمیدونم توصیف امام زمان، امام غایب و نمیدونم حرفا صحبت کنید، مدهار گریختن. ما یک مهاجرت روشن فکری داریم از ایران به سوی هندوستان و در دربار از پادشاهان مغولی هند که بسیار بسیار فرهنگ دوست بودند
سعدی فرمود چو باز آمدم کشور آسوده دیدم، پلنگون رها کرده خوی پلنگی. اینا خیلی خیلی مردمان متمدن شده. این مهاجرت سوم هست، این یکی در واقع به لحاظ تعداد هم بیشترین هست، به لحاظ فرار آدم های باسواد تحصیل کرده و فرار مغزها، و هر سال هم بین 150 تا 200 هزار نفر از تحصیل کردگان ایران، کسانی که باید ایران آینده رو بسازن، میگریزن از این فضای سیاه و این خفقان جهنمی در از ایران. و فکر میکنم اگر راه ایران باز باشد و امکان این باشد، یک جمعیت خیلی بزرگی از ایرانیان حاضر به مهاجرت هستند به واسطه این طاعونی که بر مملکت ما، یعنی در شرط فعلی. بله بله قربان. خب آقای مشیری، مسئله زمان حمله اعراب به ایران چی؟ اون موقع هجرت بزرگ انجام نشد؟ نه، در زمان حمله اعراب تا اونجایی که ما سراغ داریم هجرتی نشد. یک موردش البته هست، به حدود پارسیان هند. بله، می‌خواستم به اون اشاره کنم. فقط به حدود سال بین 50 تا 70 هجری تعدادی از اجداد پاکدین ما آمدن و گفتن نه ما قبول میکنیم که مسلمان بشویم، نه قبول میکنیم که باج بدهیم و دین خود رو داشته باشیم. چون میدونید که اهل ذمه یعنی کسانی که پول بدهند و مسلمان و دین خود داشته باشن، هم اهل کتاب باشن، بقیه کافر حربی هستن. این گروه که حالا تعدادش واقعا مشخص نیست چه تعدادی بود، اما یک اقلیتی بودن، اینها آتش مقدس رو برگرفتن، همه آتشی که در هند هست، همه آتشی که زرتشت برافروخته، و این آتش رو بردن. و اتفاقا کشتی اینها در سواحل گجرات پیاده شد، ایالت گجرات. مهاراجه اونجا پذیرا شد، گفت که شما رو ما میپذیریم و میتوانید در سرزمین ما زندگی بکنید به شرطی که برای آیین خود تبلیغ نکنید. صحیح. این پارسیان هند در گجرات بودن، گجراتی که ثروتمندترین ایالت هند هست، و رفته رفته حرکت کردن و به بامبی رفتن، ممبای. و امروز در واقع زرتشتیان پارسیان در بامبی هستن، صاحب صنایع سنگین هستن، بسیار ثروتمند و بسیار موفق هستن. بله. استاد مشی، شما برنامه جمعه شبتون بود فکر میکنم، یا برنامه‌ای که تکرار برنامه جمعه شبتون بود، اشاره کردید به مرحوم کسروی. بله بله. میدونم شما کسروی رو بسیار براش احترام قائلن، هم تو که خود منم همینطور قائلم براش. میدونید ما در تاریخ ایران یه چند نمونه داشتیم که در شرایطی که خیلی آدم از تجزیه و نمیدونم مسائل قوم‌های اقوام ایرانی رو می‌زدن و ملیت اسم گذاشته بودن، دو تا خیلی شاخصن، البته نه در حد هم دیگه، یکی از اینا آقای کسروی. بله سمت. یکی دیگه قاسملوه، رهبر حزب دموکرات کردستانه. آقای مشیری عزیز، من با آقای قاسملو در اروپا مصاحبه کردم بر رادیو آلمان. عجب، نمی‌دونستم. قاسملو دوباره تکرار کرد این مسئله رو. من اون دستی رو که بخواد سند تجزیه ایران رو از منطقه کردستان امضا کنه می‌برم. این عین صحبت آقای قاسملو بود، دکتر قاسملو. که می‌دونید به وسیله عوامل جمهوری اسلامی در وین کشته شد و آقای سرارودینامی که تیر خورده بود با ناجوانمردی اومد اینا رو دو یه جلسه گذاشتن، بعد اسلحه ها رو زیر میز قایم کردن، بعد با اون اسلحه ها مرحوم شادروان قاسملو رو کشتن، بعد این مردک تیر خورد، این آقای سرارودی فرار کرد از توی ساختمانی که آمد بیرون، با پای که خون داشت میریخ ازش، سوار تاکسی شد رفت سفارت و از سفارت پاشو پانسمان کردن، بسته‌بندی کردن، سوار ایرانیش کردن فرستادنش ایران. و ایشون در وزارت خارجه جمهوری اسلامی است، بقیه قاتلین شغل مهمی هم دارن. حالا شما به آقای کسروی که اشاره میکردید، من یه نکته اون شب اتفاقا میخواستم بیام رو خطتون صحبت بکنم، و اون نکته این بود از عجایب روزگار. بله. موقعی که کسروی رو کشتن در دادگستری با منشیش، با اون طرز فجیع که جنازه‌ش هم میدونید همونطور که شما هم اشاره کردین، سه روز در دادگستری جنازه‌ش اونجا بود. آقای عبدالحسین حجیر. بله. که اون موقع وزیر بود، در جلسه هیئت دولت میاد این موضوع رو مطرح میکنه که کسی که کسروی رو کشته، کسروی به دلیلی که آدم مرتد بوده باید اینو آزادش کرد، و هیئت دولت رو وادار میکنه به این پوزیشن. عجیب از اینجاست که همین آقای امامی که اومد کسروی رو به اون وضع فجیع کشت، همین آقای امامی قاتل آقای عبدالحسین حجیر شد که اون موقع وزیر دربار بود در مسجد سپهسالار. دستجات به اصطلاح سینه‌زن که می آمدن، این بهشون یه چیزی هستش که اونجا به اینا میداد، بعد این امامی آمد اونجا و با اسلحه حجیر رو کشت اونجا.
این جالبه، این از نظر تاریخی باید بشه اشاره بشه. خیلی جالبه. شما فکر کنید آدمی که طرفدار این بود یه قاتلی آزاد کنه، بعدن خودش گرفتار همین قاتل شد. بله، اصولا آزاد کردن قاتلین کسری بزرگترین اشتباه حقوقی تاریخ مملکت بوده. بله درست. چگونه شما جنایتی به این درجه از مهابت رو واقعا ندیده میذاره قاتلش رو آزاد میکنید از ترس آخوند؟ بله. اگه قرار بود که همه آخوندهای ایران رو محاکمه کنن، بایستی به خاطر این یک نقطه عطف تاریخی بود واقعا، برای اینکه اینا نکردن، آمدن در اتاق بازپرس تو دادگستری الله اکبر کنان کشتن این مرد بزرگ رو و حدادپور منشیش رو، به بچه که بازپرس هم قش کرد و افتاد، میدونید که بله. بعد اینا الله اکبر کنان رفتن، اینا هر چه خواستن کردن. در موضوع سینما رکس هم که این خدا نشناسان چند صد نفر، 400 خورده نفر سوزاندن، و بعد آقای داریوش همایون میگفتن که ما ظرف یک هفته متوجه شدیم که کرده آخوند کرده، اما دولت جرأت نکرد بگوید آخوند کرده. آقا این تکفلی زاده رو گرفتن، کسی بله، که عامل این جریان بله، بعدن اقرار کرد بله، فرار کرد از عراق، اومد خودش اومد تو دادگاه. دادگاهش این جالبه آقای مشیری، رئیس دادگاه همین موسوی تبریزی است که الان جزء اصلاحچی‌ها طرفدار آزادیه. این مردک رئیس دادگاه بود. تکولی زاده اومد گفت من عامل آتش زدن سیمان رکس بودم، و بعد تو اونجا تو خاطراتش گفته کسی که ما رو تشویق میکرد پیپ میکشید، عینک دودی میزد و بله، تمام نشونی های خامنه ای رو بله. بعد گفت اینو گرفتن اعدامش کردن، ولی گفتن این تقصیر رژیم گذشته بود که این کارو کرد. گردن گرفت، یعنی با اون سکوتی که کرد گردن گرفت، یعنی در واقع آغاز پایان رژیم گذشته در واقع همین داستان سینما رکس بود. بلد. اگر که قاتلان رو، اگر جنایتکاران رو، چون آخوند بودن جرأت نمی‌کردن، وحشت غریبی داشتن از آخوند. کاملا درست. بعدا استاد ماشین من معذرت می‌خوام یه داستانی هم عرض کنم خدمت شما، یه بارم تو برنامه گفتم، در مقطع مشروطه دو حاجی اسماعیلی در شهر نیشابور میروند سفر، اینا ثروتمند بودن، یک آخونده از خدا نشناس، آخونده همه خدا نشناس هست، طمع کرد به پول اینها، حکم ارتداد داد، نوشت به خراسان که برای من جلاد بفرستید، میخوام گردن اینا رو بزنید. جلاد نبود، گفتن آقا ما جلاد نداریم و اینها، خودش لنگ بس آخوند سر اینها رو برید. بعد یک جلسه شد با حضور مرحوم تقی‌زاده و مرحوم سردار اسعد، و سردار اسعد میگوید ببینید چگونه این آخوندها آبروی مملکت رو میبرند. یک بحثی در میگیرد بین مرحوم تقی‌زاده و یکی از این آخوندها، او میگوید این از علماست نمیشود کشت. تقی‌زاده میگوید آقا اون چیزی که شما خوندین من هم خوندم، یعنی منم مدرسه مذهبی رفتم. هر کسی قانون رو زیر پا بگذاره ما باید محاکمش کنیم، اگر آخوندم باشه باید محاکمش کنیم، که البته این در حد هر پاقی من کاری که کردن فقط این آخوند جنایتکار قاتل رو فقط تبعید کردن، اونم به دست با قدرتی که سردار اسعد داشت فقط توانست این رو تبعیدش. استاد ماشی شما به یه نکته خیلی جالبی به درستی اشاره کردید، و اون نقش رذیلانه آخوندا بود و نقش حزب توده. بله. یعنی دوتای اینا بله بله. در بدنام کردن بهترین سیاستمداران مملکت ما بله. مسابقه گذاشتن با هم دیگه بله. برای اینکه هر دو اینا یه نقش داشتن بله. و اونم نقش جهان وطنی بود اصلا بله. اینا به اعتقاد بله. ایران بله. میبینیم بله. الان بله. 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 یه نمونه اینو اگر بخوایم بهش اشاره بکنیم، همین مسئله تقی‌زاده بود، قوام سلطنه بود بله. من در این حال بله. نمیخوام از قوام سلطنه دفاع، ولی نه. شما نمیتونید منکر این بشین که قوام یه چهره سیاسی بسیار قوی بود، رفت سر مولوتوف و نمیدونم استالین کلا گذاشت سر وقایع آذربایجان و میدونست که مجلس زیر بارش نخواهد رفت، آمد و وادار کرد عوامل خودش رو که بهش رأی منفی بدن و از نخست وزیری برکنارش بکنن، ولی اون جریان تجزیه آذربایجان از بین بود. این واقعا یک مسئله بسیار مهمی بوده. دوستان من به درستی گفتن که مشکل مملکت ما این هست که راست خوب هم نداشتن، این راست خوب رو هم از بین بردن. درست. نه تنها چپ رو، راست خوب آقا مثل قوام سلطنه، مثل بسوق الدوله، این آدم میدونید فرانسه با راستای خوب بعد از جنگ مثل جنرال دوگل نه راست گذاشتن در مملکت ما، نه چپ، توجه میکنید، نه میانه توجه کردید، یعنی یک طاعونی بوده این استبداد که مملکت رو از اندیشه خالی کرد، یعنی از در واقع بنیاد سیاست خالی کرد، نه راست درست ما داشتیم نه چپ، این چپ ما که الحمدلله چپ تا
ترجمه بی عقل عرض کنم که چپ وابسته البته چپ وابسته بله خب بله چپای درست حسابی هم بودن اما اون چه اینا مشهور شدن که حزب توده و در واقع رؤساش و کارگردانش بودن اینا و میخوام خدمت شما عرض کنم که دیروز به یه دوستی میگفتم که مقاله نوشته یک دفاعی کردن بالاخره که اونجا هم نبود حزب توده هم بس فلان خدمت شما عرض کردم عزیزم فراموش نکنید که این حزب این چپ گرایی اصولا در اولا جامعه بایستی چپ باشه من مخالفتی ندارم کامل. یعنی چپ حداقل این است که از زیاده روی راست جلوگیری میکنه بله عدالتی در جو اما این چپ رو من تاریخش مطالعه کردم تمام کسانی که به حزب توده و چپ منتظر از اول کار تا پایین یک بار نام ایران نام وطن در این کتاباشون نیست و یک نوع بدآموزی و نفی فرهنگ و نفی تاریخ میکردن یعنی تمام شخصیت‌های بزرگی ما بچه بودیم بهش افتخار میکردیم انسان نیازمند غروره یه جایی که پاش بذاره محکم بیسته درست مثل آخوندا که سلطنت رو تمام پادشاه ایران نفی میکنن بله بله میخواستم در موضوع نوروز عرض کنم که حالا معترضه میگم در مقابل هر چه آمد ما یک نهاد مهم داشتیم که نگهدار ایران بود اون نهاد سلطنت و نهاد پادشاهی بود این کوچکترین چیز وطنی ما نمیبینیم در این آثار که آقا این مملکت هم زیباست آقا این دماوند خیلی زیباست برادر این دریاشو اینا هم نبود و یک نوع مبارزه فرهنگی در بیابرو کردن فردوسی در بیابرو کردن کوروش انوشیروان یعنی دو سه نسل آدم بی سواد بار آوردن که در واقع پایگاه فکری نداشت بله یک کلیشه کرده بود 20 لغت همه جهان رو در اینا خلاصه میکرد یعنی همه اینها مدعی علم بودن چنان چه گور مثل آخوندها بودن چپ درست مثل اینکه همه درد میکنم که مشکلات جهان راه حلشو بلدن با 24-5 تا کلمه شما هر چی میگفتین همون قالبی جوابتون آقا داستان پیچیده تر از اینه موضوع مشکل تر از اینه اینا گرفتاری ها بود که نه مقصودی که نه راست زنده گذاشتن در مملکت ما کاملا نه چپ درست. نه چپ درست توجه میفرمایید شما آقای مشیری نبودی من جوانی و موقعی که شاه زمان مصدق نخست وزیر بود من جوان بودم جوان دبیرستان میرفتم تازه اومدم تو دبیرستان این جالبه من براتون بگم چلنگر به سوی آینده شهبات روزنامه‌های حزب توده شما نمیدونید این کاریکاتورایی که از مصدق میکشیدن بله 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 یعنی سخیف‌ترین اشعار بله. کثیف‌ترین تهمت‌ها بله. اینا میزدن همین این آدما بعدن اومدن اولا حالا تاریخ درست کردن مثل آخوندا که اومدن کاشانی رو براش تاریخ درست کردن که شما به درستی با عرصی اشاره کردیم به مسئله که اینا چجوری حالا بگذاریم از این که آقای کاشانی بعد از کودتا 28 مرداد پسرش سید مصطفی کاشانی نماینده اولین دوره بعد از کودتا بود تو مجلس بود آقای کاشانی یک هفته بعد از کودتا عکس گرفت با الاهرام مصاحبه کرده گفته این مصدق باید دار کشید باید دار کشید بله گفته این مرتده بله مرتد من میخوام خدمت شما عرض کنم که این خبر خوب و اون این است که چند سال پیش کشور بی بی سی یک نظرخواهی کرد که بزرگترین بریتانیایی کیست بله خب شخصیت بزرگی در تاریخ بریتانیا بودن مثل شکسپیر تو آلمان هم این کار کردن بله مثل شکسپیر مثل نیوتن و چرچیل من یادم نیست چه شد بعد نظرخواهی که تمام شد چرچیل با 52 رای نفر اول شد نیوتن با 15 رای در ایران هم چیکار نم شنیدین یا نه بله نه در بی بی سی بله بی بی سی بله بله 6 نفر از رجال بزرگ ایران رو گفتن ایرانی‌ها معرفی کنن و این 6 نفر معلوم شدن نظر ایرانی‌ها کوروش کبیر و زرتشت هست فردوسی ابن سینا حافظ و دکتر مصدق و این خیلی جالب هست که مردمی که در واقع اجازه ندارن نام این مرد رو ببرن و ساختمانش در حال تخریب هست در احمد آباد بعد برای یکی کاخ ساختن برای خمینی کاخ ساختن خیلی جالب بوده حالا قرار است که در واقع در نظرخواهی بعدی نفر اول رو یعنی در مطابق آمار نظرخواهی معلوم بکنن اما این بسیار بسیار جالب بود و بسیار 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 باعث افتخار است که مردم ایران فراموش نکردن و این 6 نفر رو مردم معرفی کردن در آلمان همین کاری کردن میدونین آلمان شخصیت های عجیب و غریب عجیب و غریب مارس بوده انگلس بوده نمیدونم بتوون داشته کانت داشته از مین و اینا آدنایر اول شد این جالبه براتون بگم
خب اونجا هم چرچیل اول شد. بله میدونید برای چی؟ برای اینکه آدنایر نقشی که بعد از جنگ بین المللی دوم در آلمان داشت، حتی ارهارد اومد بالا که مغز اقتصادی آلمان بود، اون برنده نشد ولی آدنایر شد. من اشاره کردم به آلمان. آقای مشیری عزیز، چقدر دلم میخواد که اینو از زبان شما بشنوم، چون میدونم که چقدر علاقه دارید به تاریخ آلمان. بله. من فقط یک اشاره کوچیک میکنم و بقیه مطلبو دلم میخواد شما کاملش بکنید. استاد مشیری، من بارها در این برنامه‌های خودم به جوونا گفتم که شادمان بختیاری یه حرف بسیار جالبی داره و اون اینی که میگه که این آخوندها، حکومت آخوندی یه پرانتز توی کشور ما، اینا بالاخره میرن. بله. ایرانی که باقی میمونه. Absolutely. ببینید در آلمان وقتی که هیتلر با اون دیوانگی مملکت رو به خاک و خون کشید، تقریبا 85% آلمان نابود شد. بله. اون قسمت رو، مثلا شهری که من توش زندگی میکردم 37 سال کل، 75% این شهر نابود شده. بله. اون چند تا کلیسا و آثار تاریخی هم که مونده دلیل این بوده که اون رئیس اسکاتران هواپیمایی که کلن رو بمباران میکرده آثار تاریخی رو میشناخته، باستانشناس بوده. بله. و اون اجازه نداده بود که مثلا کلیسای دومو از راه هوا بز، از راه زمین زده بودن با توپا. بله. ولی از راه هوایی بمباران نکردن. چند تا آثار تاریخی کلن رو و اینا بعدن آوردنش بهش مدال دادن، بارکلا. به رئیس اسکادران هواپیمایی که آب کلنو بمباران میکرد. میخوام اینو براتون بگم، میدونی تمام آلمان نابود کردن. شما اشاره دلم خواد بیشتر به این مسئله بکنید چون واردتری. بعد کارخونجات که در آلمان مون، این متفقین اومدن این کارخونجات رو پیاده کردن، بعدش هم بردن مملکت، دانشمندا رو بردن، کارخونه ها رو بردن، موشک ها رو بردن. حالا اینو میخواستم بگم استاد مشی، ببینید در آلمان اکثر جوان ها که در جبهه های جنگ استالینگراد و روسیه داشتن یا نابود شدن یا به اسارت رفتن، عده زیادی کشته، 20 میلیون آلمانی، 25 میلیون آلمانی کشته شد، 20 میلیون از اتحاد شوروی کشته. بله بله بله. 50 میلیون نفر در جنگ بله، آدم بله، کشته شد. بله، با وجود این توی آلمان کسایی که باقی موندن بچه های جوان بودن، زنای پیر و زنای جوان. بله. بودن، بنابراین هیچ کس دیگه نبود. استاد مشیری اینا اومدن رفتن این نقشه های خیابان ها و خیابون کوچه که نداره اونجا، اینا رو پیدا کردن. ابتدا اومدن این تمام آجرایی که بهش ساروج اینا چسبیده بود، اینا رو از بین به اصطلاح ساروجا رو کردن، آجرای سالم رو گذاشتن کنار، شروع کردن سازندگی آلمان. در عرض 10 سال بعد از جنگ استاد مشیری، دیگه شما توی یک دون از این شهرهای آلمان اون خرابی های وحشتناک رو نمیدید. این حیرت آور. من میخوام بهتون بگم ملت وقتی بیداره، بله، وقتی که اتکا داره به خودش، وقتی که مغزهای متفکر داره. بله. وقتی مثل مردم ما، بچه های ما اینقدر باهوش هستن، اینا رو نباید قصه خورد. ما میتونیم بسازیم دوباره اون مملکت رو. درود بر شما. من فقط خیلی خوب فرمودید، یک داستانی بیاد من آمد. ما در اصفهان که درس خونیم یک معلمی داشتیم، اسمش هم یادم رفت، معلم زبان انگلیسی بود. بعد بعض اوقات درس کوتاه بود، داستانه خوب صحبت میکرد. گفت که اولین کسی که در اصفهان پزشک شد در آلمان یه آقای بود به نام کی، آمد، یه زن آلمانی داشت و خیلی در رفاه بود و اولین اتومبیل یا دومش مال ایشون بود و چنین و چنان بود. گفت جنگ که شد، بعد از جنگ خانم گفت که خیلی هم شوهرش دوست داشت، گفت کشور من خراب شد، لحاظ من باید برم مملکتم کمک بکنم و رفت. بعد اینکه 2 سال گفت این آقا رفت خانمه شد در یک ایستگاه راهن پیدا کرد، در حالی که فرغون به دستش بود و آجر پاره همونجوری که فرمودید حمل و نقل میکرد. واقعا درود بر مردم آلمان. ببینید همونطور که مطلع هستین، وقتی که جنگ تمام شد اینها یک پروژه گذاشتن، یک نامی هم داره که در نوشتم در کتاب یادم نیست، که دانشمندای مهم اتمی آلمان رو بگیرن و ببرن در انگلیس رو محاکمه کنن، ببینن اینا چیزی داشتن. بقیه دانشمندان هم که تقسیم شد بین روس‌ها 6000 نفر بردن، فرانسویان، انگلیس‌ها، همه از این خانه نعمت آلمان و آمریکایی‌ها بهترین موشک‌سازان، ریاضی‌دان بردن. حتی گفتن که نازی هم اگه هستن ننویسین تو پرونده‌اش، نازی‌ها هم بیارین. اکثرشون با اونا بودن دیگه. قبلا اکثر این دانشمندا با نازی‌ها همکاری می‌کردن. بله بله بله. فومبران یکیش بوده. بله. فومبران. اینا رو آوردن و بعد به اینا پیشنهاد کردن که شما بیاید که نیومدن. گفتم بعد برگردیم بریم آلمان رو بسازیم. یه آدمای مثل هایزنبرگ و دکتر هان و اینا همه برندگان نوبل بودن اینا. گفتن شما اجازه ندارید اصله بسازید، اجازه ندارید در زمینه مثلا اورانیوم غنی کنی. اما بعد از 10 سال آلمان به لحاظ طرح نیروگاه اتمی
اول شد در جهان. البته هنوزم آلمان اورانیوماش از فرانسه میگیره، چون گفتن فرانسه تجدید میکنه شما میگیری. حتی این اسلحه والتر که من خیلی بهشون علاقه دارم، این کوچولو اینا رو هم در قطعاتش آلمان، کارخونه آلمان در فرانسه همین امروز ساخته میشه، میره تو آلمان به هم بسته میشه، مثلا ساخت آلمان. یعنی میخوام بگم که ملت زنده بیدار واقعا مثل آلمان دوچار شکست روحی نشد اونچنان که بنشیند و بر خرابه ها گریه بکند. و این واقعا باعث هر نوع یکی از پیشرفتهایی که آلمانیا کردن حیرت آور بود. این بود که اولین کاری کردن این کارخونجات نورد و کارخونجات زباهن رو شروع کردن راه انداختن. در نتیجه با اون علاقه و ذوق و وطن پرستی که داشتن شروع کردن کارخونجات جدید ایجاد کردن. کارخونجات آلمانی نسبت به کارخونجات مشابهش در فرانسه، در انگلیس، در نمیدونم کشورهای دیگه از همه اینا نوتر بود. در نتیجه محصول بهتری میداد بیرون، در نتیجه محصول پیشرفته تری میداد. اونم با آدمایی مثل ارهاد که وزیر اقتصاد بعد از جنگ بود در کابینه آدنایر. شما میدونید اینا چه خدمات که دست راستی بودن، ولی خدماتی که کردن به مردم آلمان حیرت آوره. آقای مشیری عزیز همینجوره. این است که عرض کنم که ما خوشبختانه مردم ایران بسیار بسیار بیدار و هوشیار هستن کاملا، و من به شخص بسیار امید دارم و میدانم که اتفاق خواهد افتاد که این روزگار تباهی و سیاهی امروز خیلی سریع سپری خواهد شد و ایران در کوتاه مدت کشور بزرگی خواهد شد. همه امکاناتشو داره، همه امکاناتشو داره. درسته، یعنی انسان‌های باهوش، مرد و زن، ذخایر، وضعیت جغرافیایی، همه چیز برای ایرانی میسر است که یک در واقع عدالت‌خانه‌ای بشه. بعد ایران برای نخستین بار و زیر سایه قانون ایران کشور پهناور و در واقع یک امپراتوری خواهد شد. در امیدوار هستم آقای آخرین استبداد باشه در واقع. حالا میدونم شما به همیشه به موسیقی خیلی علاقه دارید و خودتون یکی از صاحب نظران بزرگ موسیقی هستید. من اعتقاد دارم استاد مشیری، یه خانومی هست در تاجیکستان به اسم توردیوم، من نمیدونم اسمش درست میخونم یا نه. استاد مشیری اینو بهش میگن قمرالملوک جوان. بارکلا، اصلا بیداده. بارکلا، من از وارتان خواهش میکنم این ترانه‌ای که این دختر تاجیکی خونده، شما که آدمی هستید هم در موسیقی صاحب نظر هستید و هم صدا رو کاملا میشناسید و میدونید این طرف که میخونه فنی میکنه یا نه، دلم میخواد امشب به مناسبت نوروز و همچنین این لطفی که شما کردید تو برنامه من اومدید، این ترانه تاجیکی این دختر رو به اسم توردیوم گوش بکنید آقای مشیری عزیز، ببینید چقدر زیبا خونده. بله خیلی خوب، با خوشحالی، خیلی خوب خواهد بود. اجازه بدید که یه مقداری فرصت میخواد وارتان تا این مال خواننده تاجیکی رو، خواننده تاجیکی رو، تاجیکستان خواننده خیلی خوب داره. بله این فوق العاده است، ولی این صداش استاد مشیری به قدری به صدای قمر نزدیکه که شما وقتی گوش میکنید کاملا میبینید اصلا دور. بله اینا هاش الان تصویر خب خیلی زیبا و بسیار صدای اصلا حیرت آور. من این وقتی این دختر جوان رو این فارسی به این شیرینی هم میخونه آدم لذت ببره. با حالا استاد مشیری میدونید که این کتاب آقای حسین مهری در اومده 120 روایت کتاب جدیدش، قبلا بله برای من فرستادن، بسیار کتاب جالبیه، برای من فرستاد، برای شما فرستاد. من واقعا وظیفه خودم میدونم آقای مشیری که راجع به حسین مهری، شما میدونید که مهری هم سلیقه داره، هم قلم بسیار شیوا و شیرینی داره و به عقیده من جزو معدود کسانی است که اشراف داره بر مصاحبه هایی که میکنه. شما چندین سال با حسین مهری در رادیو صدای ایران مصاحبه کرده با شما، شما میدونید این جزو معدود آدمایی است که میدونه چی سوال بکنه. مهمتر از اینا اخلاق و پرنسیپ داره حسین مهری. خیلی بسیار بسیار. من خواستم از همه همیهنانی که در لس آنجلس هستن یا در کشورهای دیگه برنامه ما رو میبینن، ببخشید من دوربین اشتباه کردم، برنامه ما رو نگاه میکنن، خواهش میکنم اگر دلشون میخواد که یک کتاب جذاب، یک نوشته زیبا رو بخونن، مقالات متعدد رو، 120 روایته که حسین مهری با وسواس تمام اینا رو انتخاب کرد، میتونید به شماره تلفن 310-207-1969 زنگ بزنید، این کتاب 120 روایت رو مال حسین مهری نازنین رو سفارش میکنید. یه مطلب دیگه هم میهنان گرامی باید یادآور کنم و اون اینی که روز یکشنبه همین هفته، روز یکشنبه که داره میاد،
در پیشه. در ما یه جلساتی هست که در پایان هفته آخر هر ماه در اولمپیک کلکشن تشکیل میشه. استاد مشیری در اونجا سخنرانی میکنن راجع به فردوسی و بسیار مجالس گرمی بوده تا به حال. همیشه من خودم که با شوق و علاقه منتظرم که یک شنبه آخر هر ماه پیش بیاد و باور کنید با ذوق و علاقه زیاد مثل بقیه آدمایی که میان در اونجا و این برنامه رو. اجازه میخوام از خود استاد مشیری راجع به موضوع آقای مشیری بگید خودتون بله راجع به چی صحبت میکنید. بله دوستان شما میدونید که دوستان زحمت کشیدن و به خصوص کامبیز کیارش چقدر این بچه ها زحمت میکشن. بله دوستان آقای نصرتی آقای عدیب آقای نصرتی آقای عدیب بله آقای آل احمد بله آقای آل احمد دوستانی که فرد از آنهای تشریف بیارن آقای خاشه و دیگران آقای کازرونی اینا. عرض کنم که یک شنبه آخر هست. ماه گذشته به خاطر مراسم اسکار نشد که ما فکر کردیم خب هموطنان میخوان ببینن که این یک ایرانی برنده خواهد شد یا نه، اما همونطور که فرمودید این هفته هست خدمتتون ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر. بله در باب این میدونید راجع به چه مبحثی این دفعه بله بله در باب همین داستان رستم اسفندیار صحبت می‌کنی و مطالب مربوطه به بله. استاد مشیری مطلب دیگری در پایان برنامه من باید اشاره کنم، البته وقت داریم، ما حدود 10 دقیقه دیگه وقت داریم فکر می‌کنم. بله در اسرائیل واقعی خیلی عجیبی اتفاق افتاده. یه زن شوهر یه زوج جوان اومدن تو صفحه فیسبوکشون یه مسئله رو پیشنهاد کردن و اون اینه که نوشتن ما هرگز کشور ایران رو، خطابشون هم به مردم ایران، بله، ما هرگز کشور شما رو بمباران نمی کنیم، ما شما رو دوست داریم. بله اومدن اینو گشتن تو فیسبوک، بعد نوشتن نه تنها آقای احمدی نژاد نماینده مردم ایران نیست و رژیم فعلی ایران که اینا از قول به اصطلاح مردم ایران کشور اسرائیل رو مرتب تهدید میکنن و میگن اسرائیل باید نابود بشه، همه میدونن که اینا نماینده های واقعی مردم ایران نیستن. در اسرائیل هم خیلی از کسانی که منتخب مردم اسرائیل هستن در حقیقت سخنگوی همه مردم اسرائیل نیستن و اون کسانی که مرتب ایران تهدید میکنن. این جالبه استاد مشیری که صدها هزار نامه و نمیدونم چیزای پشتیبانی تو این فیسبوک اینا چاپ شده و رادیوی ارتش اسرائیل با اینا مصاحبه کرد. خیلی جالبه، خیلی جالبه. این جالبه. حالا ایرانیان مقیم اسرائیل باشون مصاحبه کردن، با چند نفرشون گفتن که این ایرانیای ایرانیال عصر گفتن ایران سرزمین مادری ماست، اسرائیل سرزمین پدری ماست. خیلی جالب. ما هرگز حاضر نیستیم کشوری که سرزمین مادری ماست بمباران بشه. بله. و تصمیم گرفتن یک تظاهرات بزرگ ضد جنگ، ضد بمباران ایران ترتیب بدن و گفتن که ما میدونیم که احمدی نژاد و رژیم فعلی ایران نماینده مردم ایران نیستن. بله. و این دوستی ما با مردم ایران دوستی چند هزار ساله است، از زمان کوروش کبیر تا به حال بوده. بسیار این دلچسب بود برای من استاد مشیری، بسیار دلچسب. بعدم این ایرانیایی که در اسرائیل هستن، میدونید تعداد بیشماری از این کسانی که برنامه رو نگاه میکنن از اسرائیلن، برای من نامه میفرستن. میدونم که در مورد شما هم اینطوره استاد مشیری. و من یه دختر ایرانی الاصل اسرائیلی رو توی برنامه دیروزم پخش کردم استاد مشیری که این ترانه های ایرانی میخونه، یکی از معروف ترین خوانندگان اسرائیل ریتا، و یه ترانه خونده از شادروان پوران. دلم میخواد اینو با همدیگه گوش بکنیم استاد مشیری، ببینید چقدر این هر جا که این ایرانی ها هستن چقدر هنر از خودشون نشون میده. من یه بحث کلی کردم یه دفعه در برنامه نقش ایرانیانی که گفتم این رژیم جهنمی جمهوری اسلامی هر خسارتی به میهن ما زد ولی فرهنگ و هنر ایرانی رو جهانگیر کرد. ابسولوتلی میخوام یه چیزی اضافه کنم به فرمایشات شما در همون راستا، و اون اینکه در طول تاریخ هرگز مردم جنگ نمیخواستن. واقعا کارگر و معلم و کشاورز و خانواده جنگ نمیخواستن، فقط اون خلوچلا معذرت خون دیوانگان بر قدرت بودن این کارا رو انجام دادن. حالا این نگاه میکنیم آقای مشیری عزیز، ببینید چقدر جالبه این کار این دختر، ببینید چه صدای جالبه داره و چه جالب تنظیم، خیلی جالب. بچه ها رید این جوان ها چه همه بیشترش سازاشون ایرانی بود. حالا
دیگه 5 دقیقه بیشتر از برنامه‌مون نمونده استاد مشرف، سر برای من جالب بود، موقعیت مغتنمی بود در خدمت شما. می‌خواستم راجع به این آخرین برنامه‌ای که شما شرکت کردید در افق در صدای آمریکا، گویا یه آخوندی هم از فرانسه آورده بودن و در این بحث شما شرکت، می‌خواستم ببینم اگه ممکنه خیلی خلاصه برای همینان ما بگی که این بحث چجوری شد و به چه نتیجه رسید. خدمت شما عرض کنم که ایشون به من زنگ زدن، آقای سیامک خان، که من شرکت کنم. گفتن که در باب همین قرآن سوزی هست در افغانستان و گفتن که یک روحانی هم هستن اینا. بندم رفتم و نشستیم و صحبت شد و ایشون نظر خودشونو گفتن. یک مبالغی هم البته اغراق داشتن در حرفاشون، از نظرات سیاسیشون یک کم چیز بود، در واقع از خط اصلی بیرون بود. بعد در باب تقدس قرآن صحبت شد و از من سوال کردن. من عرض کردم که انسان مدرن نگاهش به جهان به گونه دیگری است، نگاهش تقدس گونه نیست در واقع، یعنی مقدس نمی انگارد این مطالب رو. و در پیشگاه خرد باطل این سخن که ما تصور کنیم از آسمان آمده است. حتی این آقای سروش هم بهش اشاره کرده. بله، اونم مستقیم بهش که آقا این آقایشون این قرآن رو حضرت رسول نوشته، چیزی از آسمان نمیاد اینا. ایشون گویا خوشش نیامد، گفت بهتر این رو به خودش راجع به خودشون صحبت کنن. و انسان مدرن، فکر میکنم این مرد بسیار محترم و ملایمی بود، فکر میکنم از آقایون مخالف دولت هم واسه از اصلاح طلبا باشه، چون من شنیدم این مرد محترم شاگرد منتظری بوده اینا. این است که این یک فرصت تاریخی بود برای من در واقع که این موضوع رو ما بیان بکنیم که این قرآن کریم و این دستگاه دین حقوق انسان را از انسان گرفته است و به الله موهوم داده. و من اونجا عرض کردم که انسان مدرن چه انسانی است. انسان مدرن انسانی است که بعد از قرنها بیچارگی و بدبختی و ضلالت به دست دین و تاریکی عرض کنم متوجه حقوق خیش شد و دست اولوالامر را از زندگی خیش قطع کرد، حالا چه اولوالامر چه آسمانی باشد چه زمینی. و یک تعریف از انسان مدرن به دست دادیم و در واقع محتوای قرآن تا اونجایی که وقت اجازه میداد، اونجایی که در واقع چند آیه، بیشتر از 500 آیه در باب قتل هست و تحریض به غارت، غارت اموال دیگران و همچنین بر نتافتن دیگراندیش فزون در 530 آیه است که تحمل نمی کند جز خود رو، یعنی هیچ آیینی دیگر، یعنی غیر خودی رو این میزان پس نه انگاشته که قرآن، یعنی حتی آیین یهود، آیین مسیح، آیین بودا اینا. این است که ما این مطالب رو مطرح کردیم و این مرد محترم هم جوابی واقعا من ندیدم که در اصل خیلی انعکاس داشت استاد مشیری. بله، مصاحبه بله. شما و این گفتگوی شما در تلویزیون صدای آمریکا من الان میبینم تو این سایت های مختلف. بله، مرتب این مطلب رو دارن میذارن یا متن. بله، این بله، گفتگو رو به شکل. بله، در واقع میدونی چگونه بود داستان؟ اساسا بیرون از همه قضیه که آیا موضوع بحث بود یا نبود یا هرچی بود، برای اولین بار مردم ما دیدن که یکی از ما مقابل یکی از آنهاست. توجه میفرمایید؟ حالا عرض میکنم بسیار آدم محترم علما، اما این که در لباس روحانی بود، اسلامی بود و بنده اونجا نبودم، این روی رویارویی شد در اون 5 دقیقه، مثلی که ما بردیم از اونها برای اولین بار بعد از 32 سال، مثلی در اون 5 لحظه همه ما، همه بچه، نه خود من، بچه ها رو عرض میکنم بیا کردن، حس برد، یعنی حس نشاط و شعف این که ما، دلیل ما قاطع تر بود و حرف ما بکرسیم. این احساس برانگیخت بچه ها رو و بینندگان رو و این استقبال خیلی زیاد شد. من استاد مشیر همیشه اینا منبر رو داشتن دقیقا طول تاریخ کردن. بعدم که 32 سال الان تمام مملکت کردن منبر خودشون، این نوع ما رو پشتن همواره. دوستی میگفتم از اینا زنگ زده بودن، یعنی از عبدالله ابن مقفع یه نبوده، اینها کشتن نوع ما رو، یعنی ناقه تا کسروی
چند بارم که دنبال بنده بودن به هر صورت ولی تا الان خدمتتون هستم. خیلی حقایق امور باز از شما بسیار سپاسگزارم. اجازه دادین من خدمت شما باشم عزیزم. میل تمام و با شوق و علاقه من در خدمتتون شما برم. از هموطنانم سپاسگزارم. یک بار دیگه نوروز رو به همه هموطنان عزیزم تبریک میگم. خب هموطنان گرامی، به همین جا برنامه من به پایان میرسه. سپاسگزار از اینکه به این برنامه توجه کردید. تا برنامه فردا که در ساعت 11:30 وقت لس آنجلس خواهد بود، با همه شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. زنده باد آزادی. پاینده ایران.